خب دوستان، اول اینکه بدونید بخواد اینکه بدونید جای دیپ تر بریم، جای شلوغ مثلا بعدی بریم، بعد بدونید که وردپرس چجوری کار میکنه. برای اینکه بدونید وردپرس چجوری کار میکنه بعد دیتابیس رو در نظر بگیرید و بدونید که دیتابیس محتوا رو داخل وردپرس میفرسته و اون محتوا چجوری داخل وردپرس فرستاده میشه با توسط تمپلیت، که حالا تمپلیت ها داخل پوسته قرار گرفتن. پس این تمپلیت ها، این پوسته هایی که ما دانلود میکنیم، همشون داخل تمپلیت قرار گرفتن. حالا داخل این تمپلیت ها که ما داریم، وبسایت ما اینجوری نمایش داده میشه که میبینید که هر قسمتی یه سکشنی داره، مثلا هدر، فوتر، سایت بار و مین. حالا تیپیکال وردپرس تمپ لی اوت، میبینید که چیز وردپرس، پوسته وردپرس برای لی اوت اینجوریه. مثلا هدر پی اچ پی داریم، داخل مین ایندکس پی اچ پی، کاتگوری، آرکایو، سینگل پیج، و این بغل هم سایت بار دات پی اچ پی داریم و پایین هم فوتر دات پی اچ پی داریم. اینا تمام فایل های پی اچ پی ما هستش که شما چیکار میکنید، دیتابیس میفرسته به این پی اچ پی ها و اون پی اچ پی ترجمه میشه، داخل پوسته قرار میگیره. حالا برای اگر بخواید بفهمید اینا چیه و چجوری نمایش داده میشه، باید به یه مسئله دیگه بپردازیم که بهش میگن وردپرس هایرارکی، یا اون چیزی که من الان به شما نمایش میدم چجوری، بهش میگن وردپرس تمپلیت هایرارکی. اینجوری کار میکنه که برفرض شما یه پیج رو درخواست میکنید از توی دیتابیس، چجوری کار میکنه این الان برفرض این فرض بکنید سیستم دیتا، سیستم وردپرس شماست که توی چیز دارید الان، توی وقتی که یه چیزی نصب میکنید اینجوری برنامه نویسی شده توی وردپرس. اول میگه چی؟ میگه اسم صفحه چیه اگر برای کاتگوری باشه. شما میگید که آرشیو هست و بعد میگه کاتگوری آرشیو هست و خیلی خوب، پس میرم از category.php استفاده میکنم. و یا همین اگر خیلی واضح‌تر باشه میگه از category id یا category slug استفاده میکنیم. و اگر اینا وجود نداشته باشه برمیگرده به چی؟ آرشیو، و بعد هم همه چیز نمایش داده میشه. و همین قضیه برای سینگل پیج، اگر سینگل پست احتیاج داشته باشه میگه اسم پیج چیه، شما میگید که سینگل پست است و میگه چی سینگل پست، شما باید بید از single.post.php استفاده کنید. و اگر هم وجود نداشته باشه میگه از single.php، و اگر تمام اینا وجود نداشته باشه میگه برو داخل index.php از اون استفاده کن. و اگر این قضیه واسه شما یه مقدار سخت فهمیدنش، نگران نباشید، همونجور که جلو میریم با این فایل ها کار خواهید کرد، این هایرارکی رو متوجه خواهید شد و میفهمید که سیستم وردپرس اینجوری کار میکنه و تمام اون اگرها از if else php استفاده کردن که شما میتونید کاراشو با هم انجام بدید.